بعد من همینجوری اینجوری اشاره کردم که بیا، منظورم اشمیت بود. یه دفعه ویلیام برس اینجوری کرد، من بیام، اومدم یه قدم بیا جلو، گفتم نه اشمیت، صدا کردم اشمیت، اشمیت اومد جلو گفتش که مثلا چی اینا، گفتم نه ما مذاکره نمی کنیم چون هیچ مبنایی نداره، مذاکره اینا تموم شد. که میگه ما زیر فصل هفتم منشور بودیم و از جنگ نجات پیدا نه کنید. این یه بحث دقیق حقوقی است، اونایی که میگن یا نمیدونن یا یه مقداری کم لطفی نه. آقای جلیلی، آقای باقری هنوز میگن ما تحت فصل هفت نیستیم. میدونی منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که تحت ماده 42 فصل هفت نیستیم. حالیشون نیست دوستان ما که فصل هفتم منشور ملل متحد از ماده 39 تا ماده 51 توشه. که ما بنا بوده تا 6 ماه، مثلا از سال 92 که مثلا شهریور بوده تا 6 ماه آینده نزدیک بوده ما مثلا صادرات نفتمون به نزدیک صفر برسه. همچین چیزی نبوده. ما می‌خواستیم چیکار بکنیم؟ اینکه صادرات ما نزدیک به صفر برسه این حرف نادرستیه. روند ایده توی زمان قاجار میگفتن این ماده بدبوی افن سیاه چیه، اینو بنزی بده طرف مثلا فرنگی ها. بعدن فهمیدیم که یعنی میخوام بگم همون نگاه قاجاری توی در واقع قرن 21 توی یک سری از مسئولین هسته‌ای ما وجود داره. خب آقای دکتر گفت حتی برای قرن سازی به رسمیت شناخته شده. کجا به رسمیت شناخته شده؟ رسمیت شناخته شده. بچه نتنس هنوز فعال طبق چارچوب برنامه. نه به رسمیت یعنی چی به رسمیت شناخته شده؟ اگر اصلا من ما که به عنوان یک همه کشورهای دنیا، الان افغانستان هم حق داره که مثلا یه نتنسی داشته باشه. ما باید به یک در واقع واقعیتی برسیم.
نکنید. خب این الان این دوستانی که اومدن رفتن در واقع با همون زمانه، حالا یا یه روزه یا 5 روزه یا هر چیز، آخرش ما الان به اینجا رسیدیم که هیچی دستمون نیست، هستی همش از دست رفته. میخوام بگم پس زمان خیلی موضوعیت داره، اینکه ما بگیم توی 100 روز به توافق رسیدیم این هنر نیست، ما به نتیجه ببینیم کی میرسیم، اون موضوعیت داره. آمریکایی‌ها اتفاقاً خوفشون از این بود که استمرار تحریم‌ها باعث میشه که اتفاقاً تحریم‌ها شکسته بشه. اصلا حرف اوباما همین بود، جان کری همین بود، گفتن آقا این همپیمانای ما که بخوان نفت ایران تامین کننده نیازهاشونه، اینا دیگه نمیتونن صبر بکنن. ما اگه بیشتر از این بخوام تحریم‌ها رو وضع، یکی از جمله کلیدی جان کری اینه و اوباما هم توی جریه گفت که اگر توافق نمی‌شد تحریم‌ها فرو می‌پاشید.